انتخابات پیشین در قصه لیلا و خلیفه بودیم و در همون جا هم اقامت کردیم و متوقف شدیم. جمال لیلا چنان ما رو مفتون کرد که فروتر از داستان نرفتیم. گفت بر جمال تو چنان صورت چین مفتون شد که حدیثش همه جا بر در دیوار بماند. توضیحی دادم و بعد هم سوالی در بخش سوالات رسید که در واقع اون سوال هم توضیح مختصری دادن. اکنون میخواهم نقصان پاسخ رو جبران کنم و نکاتی رو بر اون بیفزایم. البته قدری بحث فراتر از دایره عرفانی مثنوی می رود، اما چون اون رو آغاز کرده ایم باید به نیکی به پایان برسانیم. خب شعر این بود: گفت لیلا را خلیفه کنتوی، کس تو شد مجنون پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. مجنون لیلا رو زیبا می دید اما خلیفه او رو زیبا نمی دید. اعتراض به مجنون کرد و یعنی به لیلا گفت که اعتراضی به مجنون بود در حقیقت، که تو چندان زیبا نیستی، چرا این گونه مجنون رو مفتون خود کردی؟ و لیلا در پاسخ گفت که تو مجنون نیستی، اگر تو در دیده مجنون می نشستی یا در دل او بودی یا هم دل او بودی، اونگاه مرا زیبا می دید. با خودی طوریک مجنون بی خود است، در طریق عشق خوشیاری بد است. دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. من این داستان رو گرفتم و پاره نکات اپیستمولوژیک یعنی معرفت شناسی از اون استخراج کردم و گفتم در عالم معرفت دیدگاه لازم است و اگر آدمی دیدگاه نداشته باشه، پوینت آف ویو نداشته باشه، منظر یعنی نظرگاه نداشته باشه یا عینک ویژه‌ای بر چشم نداشته باشه، پاره‌ای از دیدنی‌ها رو نمی‌بینه. چنین نیست که ما در جهان را بیفتیم و هرچه که دیدنی است ببینیم. بسیاری از چیزها از نظر ما مخفی می‌ماند، چون یا ابزار دیدنش رو نداریم یا خواست دیدنش رو نداریم. در قرآن هم داریم که کم من آیت یمرون علیها فی السماء والارض و هم عنها معرضون. چقدر آیات هست در زمین و در طبیعت که مردم از کنار اونها میگذرن و اونها رو نمیبینن، اعراض میکنن، پشت میکنن، یعنی یا نمیخوان ببینن یا نمیتوانند ببینن. من مخصوصا بر این نکته انگشت تأکید نهادم که اراده ما بر علم ما مقدم است. ما چیزهایی رو که میخواهیم ببینیم میبینیم، چیزهایی رو که نمیخواهیم، اراده او، خواست او و میل او رو نداریم، اصلا نمیبینیم، از دیده ما بیرون میمانند. پاپر یکی از فیلسوفان علم که مشهورترین فیلسوف قرن بیستم بود در زمینه فلسفه علم، در احوال خودش نوشته است که روش من این بود: وقتی که وارد کلاس می شدم به شاگردان می گفتم که قلمی به دست بگیرید و هر چرا که در این اتاق در این کلاس می بینید بنویسید، و اینها می نوشتن و می آوردن پیش من و من به اونها نشان می دادم که چه بسیار چیزها رو که اینا ندیدن. یکی بخشهایی رو دیده، دیگری بخشهای دیگری رو دیده و از هر کسی پاره‌هایی نادیده مانده بود. و اونگاه از اونجا به اونها میگفتم که دانش یک چنین چیزیست. اولا ارگانیسم ما، ذهن ما گزینش میکنه، پاره‌ای رو پس میزنه، پاره‌ای رو پیش میکشه و این پس زدن و پیش کشیدن به تصادف نیست، بیهوده نیست. ابزارهایی و یا بگیم مفروضاتی، پیشفرض‌هایی یا دیدگاه‌هایی نزد ماست که باعث می‌شود ما چیزهایی رو ببینیم یا چیزهایی رو نبینیم. من خودم وقتی که این درس‌ها رو در فلسفه علم در ایران می‌دادم، معمولاً این ابیات مولانا رو هم همراهش می‌خوندم که خر به بغداد اندر آید ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران،
از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربوزه. پس این جناب خر به قول مولانا تمام بغداد رو با اون همه زیبایی ها و ظرافت ها و امتعه و اساسه که درونه هیچیشو نمیبینه، نمیخواد هم ببینه و نمیتواند هم ببینه، فقط خوراکی مثل پوست خربوزه و امثال اینها رو میبینه. حالا ببخشید از این مثال، مثال از آن مولاناست و از اون بزرگان سخنان پذیرفتنیست، اما به ماهیت این مسئله نظر کنید و او این استش که آدمی چیزهایی رو میبینه که میخواد ببینه، یعنی دنبالش میگرده. به همین دلیل هم هست که همین پاپر که نامش رو بردم میگفت تئوری ها مانند چراغ قوه میمونن، یعنی شما با تئوری فضای تحقیق رو روشن میکنید، بیرون از دایره تئوری فضا تاریکه. اینطوری نیست که همه جا یکسان برای شما روشن باشه. تئوری شما به شما میگوید که به دنبال چه چیز بگرد و چه چیزهایی رو ببین، چه چیزهایی رو نبین. وقت در اون صورت است که بعضی از یافته‌های شما به صورت اویدنس، به صورت یک شاهد و حجتی بر لح تئوری شما جلوه میکند، پاره از یافته‌ها به صورت شواهدی بر علیه تئوری شما و هاکذا. داستان خیلی مفصل، دوستان فرهیخته ما هم میدانند. فقط بر سبیل مقدمه این رو عرض میکنم که این قصه تا کجا اهمیت داره و اساساً علم این چنین ساخته نشده است. همین کارل پاپر تمام حرفش این است که دو چیز ذهن ما رو و میدان تحقیق ما رو روشن میکنه، یکی مسئله است، دومی تئوری. کسی که مسئله نداره دنبال چیزی نمیگرده و لذا شما به او بگی ببین، در واقع یک دستور بیهودهی به او دادی. چی رو ببینه؟ آدم با مسئله جهان برای او به دو حوزه تقسیم میشه، حوزهی که میتونه ریلیونت و مربوط به مسئله او باشه و حوزهی که نامربوطه به مسئله اوست، حوزهی که میتونه جواب محتمل برای مسئله او باشه و حوزهی که ارتباطی نداره و دخلی به مسئله نداره. بنابراین با مسئله آدم دنبال حل مسئله میگرده، لذا علم از مسئله آغاز میشود و این نکته خیلی مهمی است. از استقراء و از تجربه آغاز نمیشه. اینطوری نیست که آدمی بره بگرده همطوری موارد خاصی رو و اینا رو روهم بریزه و از دل اونها یه تئوری بیاره بیرون، قانون بیاره. خب اینا تو تاریخ علم خیلی بحث شده، تو فلسفه علم خیلی زیاد بحث شده. پس ببینید تمام اینها به اینجا برمیگرده که یکی مسئله داشتن، یکی دیدگاه داشتن. این هاست که مقدمه بر تحقیق است. قبل از اینکه شما بگردید و چیزی رو بیابید باید بدانید که دنبال چی میگردید و میخواهید چه چیز رو بیابید، مسئله دار شده باشید. بعدم برای اینکه چه چیزی رو بیابید باید یه تئوری رو حدس بزنید که جواب مسئله من در یک چنین محدوده است. ولی آدم برای حل مسئله خودش به هر جای مربوط و نامربوط دست نمیندازه. و اینا مسائل خیلی مهمی هم هست، گرچه که به نظر ساده میاد. یعنی مثلا یه دانشمندی تو آزمایشگاه تمام دقتها رو که میکنه هیچ وقت این فکر رو نمیکنه که ممکن است که چون من روز چهارشنبه دارم این آزمایش رو میکنم اینجوری جواب میده، مثلا اگه پنجشنبه آزمایش کنم اینجور دیگه جواب میده. یعنی خود به خود ذهن ما پاره از احتمالات رو اصلا طرد میکنه، قابل قبول نمیدونه، دنبالش نمیره. همون چیزایی که در یه دوره دیگری خرافه نامیده میشود، در یه دوره دیگری مربوط نامیده میشه. به شما میگه روز چهارشنبه اون ذکر رو بگی این اثر رو داره، اگه روز پنجشنبه بگی اثر دیگه داره، شب جمعه باشی طور دیگری است. در یک دوران دیگری میگن اصلا اینا ایرلوانت، اصلا غیر وارد به قول عربا، هیچ مربوط نیست و شما در حوزه های دیگری دنبال کلید مشکل بگردید و هاکذا. از اینها فراوانه. خب ما گفتیم که پس اگر بخوایم با همین کلید علوم تجربی پیش بریم، لب کلام می شود که مجنون دیدگانی داشت که با اون دیدگان لیلا رو زیبا می دید و
اگر کسی مثل مجنون باشه او رو زیبا میبینه و اگر نباشه البته او رو زیبا نمیبینه. بعد من طرح مسئله کردم، گفتم خب از اینجا این سوال پیش میاد که پس ابجکتیویتی چیست؟ یعنی چیزی که علم باشه، چون ما علم رو با ابجکتیویتی میشناسیم. ابجکتیو یعنی اینترسابجکتیو، یعنی اینکه در دسترس همگان باشه. اینترسابجکتیو یعنی در دسترس همگان قرار بگیره، همه فاعلان در او دخالت داشته باشن. اگر فقط مجنون ها میتونن لیلا رو زیبا ببینن و غیر مجنون ها نمیتونن اون رو زیبا ببینن، سوال مسئلتون، حالا لیلا بالاخره زیبا هست و زیبا نیست؟ برای مجنون ها زیباست، برای غیر مجنون ها نازیباست. خب ما میمونیم اینجا، حکم ابجکتیوی نداریم، سابجکتیو است. یعنی برای من با خصوصیات من او زیبا دیده میشود، برای دیگری زیبا دیده نمیشود. حالا این قصه فراتر از این میره، مولانا هم مثال های دیگری هم میزد و این رو در واقع میخواد تعمیم بده به تجربه های روحانی، به وادی خداشناسی ببره و بسی نکته های دیگه از این استنتاج کنه. بعدن هم باز نکاتی رو خواهیم خواند و اصلا یکی از تعلیمات کلیدی مولاناست که به هر حال یه چشم ویژه شما باید باز کنید تا این چیزهایی که من میگم ببینید و بفهمید. اگر اون چشم ویژه رو باز نکنید، اون گوش ویژه رو باز نکنید، سخنان من به گوش شما نخواهد رفت. به تعبیر خودش پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش، یا به گوشت آید از گردون سروش، فرق نمی کنه. یه صداهاییه که نمیشنوی، این پنبهی که در گوشته باید بیاری بیرون. و اون پنبه هم لاته پنبه فیزیکی که نیست، اون صداها هم صدای فیزیکی نیست. یعنی در وضعیت خاصی اگر قرار بگیری وحی هم به تو میرسد، صدای گردون رو، صدای فرشتگان رو خواهی شنید، به شرطی که گوشت تمیز باشه، چشمت هم همینطور. و خب شاعر معاصر خودمون سهراب سپهری هم میگفت چی؟ چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. پس میشه چشمها رو شست، البته نه با آب H2O بلکه یه آب دیگری. به قول مولانا، عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. یه سرمه ای به چشمت بکش، بعد این چشم تو از این تنگ نظری بیرون میاد، چشمت باز میشه، روشن میشه و بسی چیزهای دیگر رو میتونی ببینی. پس سرمه کشیدن به چشم شرط است، پنبه وسواس رو از گوش بیرون آوردن شرط است. در مورد دل، در اونجا که دیگه بیشترین سخنها رو گفتند که بها دل پاک میتواند پاره سخنها رو بفهمد و پاره سخنها رو بپذیرد. امروزه هم البته در بخش معرفت شناسی این نکته رو میگن که بعضی حرفا هست که بعضی حالیشون نمیشه، هرچی هم بگی حالیشون نمیشه، برای اینکه آمادگیش رو ندارن، برای اینکه خیالاتشون معطوف به جای دیگری است. خود مولانا بارها به ما گفته است، دیگران هم از علمای اخلاق گفتن، آدمی که قاضی که به نفع خود می اندیشد هیچ وقت نمیتونه درست داوری بکنه بین شاکی و متهم، نه به دلیل اینکه به نفعش میاندیشه، اصلا درست در موضع دیگری قرار نمیگیرد، چون شما باید بتوانید پا در کفش دیگری کنید، در موضع دیگری قرار بگیرید. به قول یکی از علمای اخلاق، اصلا اخلاق از اونجا شروع میشود که شما بتوانید به جای دیگری بنشینید. اگر نتونید از خودتون بیرون برید، فراتر از خیشتن برید، به جای دیگری بنشینید، دیگری رو کماه و حقه درک بکنید، اونگاه داوری هاتون همه نااستوار است و اصلاً به درک کافی نمیرسید. ببینید از این قبیل فراوان است دیگه، هم در عرفان ما این رو داریم، هم در اخلاق داریم. اون وقت یک سوال فربه و کلانی اینجا مطرح میشود که خب اگر اینه پس دیگه ما دانش نداریم. به قول معروف هرکی هرج و مرجه. من اگر یه عینکی به چشمم باشه چیزی میبینم، شما اگر نباشه نمیبینید. اصلا راه تفاهم تا حدودی بسته میشه، من سر موضع خودم میایستم، شما سر موضع خودتون میایستید. من میگم من میبینم،
بعدم گاهی هم ممکنه شما رو حتی تخفیف و تحقیر کنم، بگم شما هنوز به درجه و مقام من نرسیدین، بنابراین شما نمیتونید ببینید اون چشمی رو که باید داشته باشید، خدا بهتون نداده. و به قول مولانا ناقصان سرمدی، کسایی هستن از اول ناقص آفریده شدن، چشم و گوش درستی ندارن، و از این حرف هم البته از توش در میاد بیرون. اون دفعه همین سوال مطرح شد و من خب توضیح کوتاهی دادم. این رو هم اضافه کنم به همه این سخنان که گفتیم، مولوی در باب عشق دقیقاً همین سخن رو داره دیگه، میگه که عشق به آدم یه چشمی میبخشه، یه روحیه‌ای میبخشه، یک بینشی میده که چیزهایی رو میفهمه و میبینه که غیر عاشقان اونها رو نمیبینن. و اگر یادتون باشه در خطاب به شمس تبریزی میگفت شمس تبریز تو را عشق شناست نه خرد، با عقل نمیتوان به شناختن تو نائل شد، با چشم عاشقانه باید در تو نظر کرد. کسانی میامدن پیش مولانا میگفتن که ما خواجه شمس الدین تبریزی رو دیدیم، مولوی به اونها میگفت نه خواجه شما ندیدید، ما دیدیم. یعنی شما چی دیدین از شمس الدین؟ لباس و کلاهشو دیدین و اینا دیگه، ولی اون شمس تبریزی نبود. شمس تبریزی روحی است که به چشم همه کس نمیاد. بعد گفت عاشقان را تو به چشم عشق بین، از این قبیل فراوان است. عرض کردم اگر اینطوری بشه، هر کسی در موضع خودشه و هر کسی در ادعای خودش استوار میماند که من میتوانم ببینم، شما نمیتوانید ببینید، و گفتگو هم تقریبا ناممکن میشه. ما زبان رو ساخته ایم برای اینکه گفتگو کنیم، زبان شخصی نداریم. استدلال رو ساخته ایم برای اینکه بتونیم با هم گفتگو کنیم و نقد کنیم نظر یکدیگر رو. اینجوری اصلا راه نقد بسته میشه. من میگم یا شما مدعی میشید که من چنین میبینم، شما نمیبینین، خب نمیبینین، نقصان خودتونه، برید خودتون رو تکمیل کنید، اصلاح کنید تا بتونید ببینید. ببینید این یه مسئله خیلی بغرنجی است، مسئله خیلی جدی است، و من اینو مخصوصا مطرح کردم که اهمیتش رو اینجا خدمت شما عرض کنم و ناگفته نگذارم. منتها یه نکاتی رو بر بیافزارم که قدری از دشواری و غموز این مطلب بکاهد. دست کم در علوم انسانی و در فلسفه، یعنی فلسفه متافیزیکال، فلسفه تحلیلی، فلسفه استدلالی، من به فلسفه کانتیننتال یعنی هگل و هایدگر اونا که استدلال تو کارشون نیست کاری ندارم، و در فلسفه تحلیلی، فلسفه کلامی خودمون، فلسفه استدلالی که اینا استدلال میکنن، برهان میآورن، و همچنین در علوم طبیعی تجربی که تجربه رو مدار و معیار صحت و بطلان آراء و نظریات خودشون میدونن، فعلا در این دایره صحبت میکنم. در اینجا به تصریح فیلسوفان علم ما دو مقام داریم در تحقیق. یکی مقام گردآوری به اون گفته میشه که context of discovery نامیده میشود، من ترجمه کردم context of discovery یعنی مقام گردآوری، و یک context دیگه داریم نام context of justification که من اون ترجمه کردم مقام داوری. لذا شما در علم آموزی و علم اندوزی و پژوهشگری دو مقام دارید، یکی context of discovery، یکی context of justification، مقام گردآوری و مقام داوری. این دو رو با هم نباید برامیخت، و اگر برامیزیم به مغالطه سختی میفتیم. مقام گردآوری چیه؟ مقام گردآوری واقعا گردآوری است، معنای دیگری نداره. شما به منزله یک پژوهشگر میروید و داده های مختلف رو گردآوری میکنید. خب این داده های گردآوری شده، اینا خودشون نمیگن کدوم درستن کدوم غلطن، فقط شما همینطوری ریختید روی هم و به اصطلاح به طور فلعی یک رشته اینفورمیشن رو جمع آوری کردید. تا اینجا هنوز علمی صورت نگرفته. علم از اونجاییست که مقام داوری وارد کار بشه، یعنی شما یه ترازو داشته باشید، یه معیار داشته باشید، و با این ترازو داده های خودتون رو بسنجید و اونگاه داوری کنید که کدام درسته و کدام نادرسته. در فلسفه این ترازو برهانه، و در علم تجربی این ترازو تجربه است. اما و هزار اما، در عرفان مقام داوری و گردآوری یکی میشن، و این همون نقطه و لغزشگاهی است که
اکنون از او داریم سخن میگیم. هم لغزشگاه، یعنی هم میتواند مایه سستی آراء عرفانی باشه، هم میتونه نقطه قوتشون باشه، به هر دو اشاره میکنم. اما این تفاوت رو شما داشته باشید که در فلسفه برهانی و در علم تجربی ما مقام گردآوری و مقام داوری داریم و این دوتا از هم انفکاک میپذیرند و پس از گردآوری تازه نوبت داوری میرسد. اما در تجربه های عرفانی داوری و گردآوری بر هم منطبق میشوند و به این لحاظ اونجا ما با وضعیتی مواجهیم که در این علوم مواجه نیستیم، یا اگر در دیگر علوم هم با مشکلات روبرو هستیم مشکلات مضاعف میشود وقتی که با تجربه ها یعنی ادعاهای عرفانی ما روبرو میشیم. حالا مثال میزنم. ببینید ما در مقام گردآوری، این درست همون جاییست که ما میگیم ما دیدگاه باید داشته باشیم تا یه چیزایی رو ببینیم و جمع کنیم. این همونجاست. یعنی به شما میگم شما باید عینک داشته باشید، شما باید ابزار ویژه‌ای داشته باشید و که بتوانید مواد لازم رو گردآوری کنید. اما این گردآوری کار رو تمام نمی‌کنه. بعداً اون رو باید به داوری بسپارید تا اینکه معلوم بشه که شما درست فهمیدید یا نه. به همین دلیل خیلی ها گفتن که ما در علم از کجا آورده ای نداریم. پرسید شما این تئوریتون رو از کجا آوردید؟ من یادمه که یه وقتی در یه مجلسی بودم، کسی راجع به آراء پیاژه، اون روانشناس بسیار مشهور سوئیسی، صحبت میکرد. خب پیاژه راجع به تعلیم و تربیت اطفال بحثای خیلی خوبی داره، نه تعلیم و تربیت، ببخشید، راجع به این که درک مفاهیم نزد اطفال چگونه صورت میگیره، تا چه سنی چه چیزهایی رو میفهمن، از چه سنی به بعد چه چیزهای دیگری رو، و تا به بلوغ برسن و به بزرگی. یعنی مثلا فرض کنید که هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ تجربی آزمایش هایی رو که پیاژه مثال میزنه، اینا میگفتش که به بچه هایی رو اونجا در مقابل خوش میاره، بچه های 5-6 ساله، یه مایه ای رو که حجم واحد داره، یه بخشیش رو در یک لوله ای میریزه که این لوله قاعدش بزرگتره و لذا ارتفاع مایه پایینتره، در یک لوله دیگه میریزه که قاعده کوچکتره و لذا ارتفاع مایه بیشتره. از این بچه ها میپرسه کدوم اینا بیشتره؟ اینا معمولا داوریشون روی ارتفاعه، میگن این بیشتره. یا مثلا در مسائل اخلاقی، حالا دیگه حالا پیاژه کاری نداریم اینجا، غرض من این است، در اون جلسه که بحث بود یادمه که کسی انتقاد کرد، گفت این آقای پیاژه تمام آزمایشاشو رو بچه ها کرده، بعضیشون رو بچه های خودش کرده بوده و بنابراین قابل اطمینان نیست، ایشون باید دایره رو خیلی وسیع تر میگرفت و غیره. ببینید این همون مقام گردآوریه، این اطلاعات رو از روی یه بچه های خاصی در وطن خودش، در سوئیس، تو خانواده خودش و غیره گردآوری کرده. انتقاد به این بود، میگفت چرا رفته در اینجا گردآوری کرده. دیگری جواب او رو داد، گفت گردآوری مهم نیست، شما به داوریش باید نگاه کنید، باید ببینیم که این تئوری ها بعداً در مقام تجربه آیا جواب میدن یا نه، یعنی اگر در جای دیگه هم آزمایش شدن همین طوری جواب میدن یا نه. چون گردآوری فقط وقتی است که شما میخواید چیزهایی رو به دست بیارید، هنوز نوبت سنجش نرسیده، سنجشش چیز دیگری است. اینها در علوم طبیعی، حتی مثلا شما فرض کنید این نظریه رو در خواب ببینید، خود اینشتین هم از این حرفا میزنه، اصلا هیچ دانشمندی حق نداره به شما بگه شما تو خواب دیدین پس خواب خیره، به درد خودت میخوره. نه، اینطوری نیست. ممکن آدم یه نظریه خوبی رو تو خواب ببینه، این گردآوریه، شما فقط نظریه رو به دست آوردید، بعداً بعد آزمایش بشه ما ببینیم درسته یا نه. این مهم نیست که شما نظریه رو، این گوهر رو از توی گلا پیدا کردی، از توی دریا پیدا کردین، کسی اومده به شما هدیه کرده، خود شما ساختین، اصلا اینش مهم نیست. مهم مرحله بعد است که شما این نظریه رو که آوردید ما در قربال یا در ترازوی سنجش بگذاریم و اونجا بفهمیم که چقدر قابل تأیید هست یا نیست. اینها دو تا مقام مجزا از یکدیگرند، مقام گردآوری و مقام داوری. بسیاری از تئوری‌های دانشمندان حدسه، یا حدس می‌زنند ابتدا،
و این مهم نیست که ما بگیم شما این حدس رو از کجا آوردی، خواب دیدی، همینطوری به ذهنت رسیده. خیلی وقتا هم همینطوریه، شاید آزمایش دقیقی هم نکرده اما حدس میزنه. این گردآوری است. بعدن این حدس رو ما باید به ترازو بگذاریم. خب حالا صحبت اینجاست که ما اون دیدگاه ها رو که اینجا مثل چشم مجنون یا عشق یا اینا رو در علمای دیگه برای مقام گردآوری میخوایم، یعنی میخوایم یه چیزهایی رو تازه کشف کنیم اما هنوز نمیدونیم اون چی که به چنگمون اومده درست هست یا درست نیست. اینا رو باید به تجربه بسپاریم. تجربه هم یا برهان هم امر پابلیکه، یعنی فردی نیست. علم مثلا امر همگانیست. اینجوری نیستش که من بگم من یه چیزی میدونم خودم هم میدونم درسته، شما هم از ما قبول کنید. این دانش یک چیزیست که این رو باید آورد به میدان و دیگران هم بتوانن در برهان یا در تجربه او سنجش او شرکت کنن. مثل این میمونه که من نمیتونم بگم من تو منزل یه ترازو دارم فلان چیزو کشیدم مثلا 12 گرمه، اما ترازو رو شما هم نمیدم، شما هم خودتون ترازو ندارین ولی از من قبول کنید. این نمیشه. ترازو باید عمومیت پذیر باشه، همه باید بتونن این رو با ترازو بکشن، اقلا بالقوه. من میدونم خیلی دارم فشرده سخن میگم برای اینکه میخوام به اصل مطلب برسم، در این حال مطلب امیدوارم که خیلی هم قامز و مجهول نباشه. علا ای حال، ما سخنان مولانا رو و بزرگانی شبیه اینها رو اگر در حوزه دانش‌های تجربی و حوزه فلسفی بخوایم ببینیم، اونگاه باید بگیم اینا حد اکثر متعلق به مقام گردآوری است. باید اینها به داوری گذاشته بشه بعداً با برهان یا با تجربه. اما و هزار اما، مولانا میگه من دارم از تجربه‌های عرفانی و معنوی و اشراقی سخن میگن و اینها خودشون دلیل خودشون هم. یعنی هم گردآوری هم هم داوری هم هم ادعان هم دلیل ادعان. دوستانی که دیروز بودند به یاد دارن ابیاتی که از مولانا میخوندیم که یوسف کنعانی هم روی چما هم گواست، هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست. کسی نمیره از آفتاب بپرسه بگه که به چه دلیل تو روشنی؟ خب روشن میگه چشم داری که میبینی من روشنم، چشمم نداری بحثی با هم نداری. این عیناً سخن مولاناست در مورد تجربه های اشراقی. میگوید که ما یه دریافت هایی داریم، این دریافت هامون هم یقینیه و در همین حد متوقف میشه. میگه حجت دیگری هم از من نخواهید. حتی اگر کسی گریبان او رو بگیره و چند تا اشکال بکنه در جواب چی میگه؟ میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. میگه کار من سقاییه، من باید به تشنگان آب برسونم. اگر وایسم بخوام سوالای شما رو جواب بدم از کار خودم میمانم. برو خودت اشکالاتتو حل کن، ولی یه کسی داره به شما میگه که من چیزایی رو دیدم تو این عالم، نمیتونم من برای شما دلیل از اون نوعی که شما میخوای بیارم، یعنی به تجربه یا به برهان. ولی نه اینکه هر چیزی که تجربه نشود و برهانم ندارد باطل باشه یا معدوم باشه، الا اینکه نمیشه اثبات کرد حقانیتش رو. شما فقط میتوانید به طور شخصی سراغ او بروید و اگر خودتون رسیدید که رسیدید، اگر نه به من اعتماد دارید. اینجا بحث اعتماد دیگه، اعتماد دارید و الا که راه بستن. بیشتر تکیه ما و اعتماد ما به پیامبران و قبول سخنشون از همین طریقه با، یعنی پیامبران برهان نمی آوردن، تجربه هم نمی کردن، یک کاری می کردن که یک جاذبه انجذابی در مردم پدید می آمد و مجذوب اونها می شدن. قول و فعلشون بر هم منطبق بود و اعتماد پذیر بودن، جلب اعتماد دیگران میکردن و به قول مولانا در سخنشون مزه‌ای بود که این مزه در کام مستمعان مینشست. در دل هر امتی که از حق مزه است، روب و آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند.
یه سخنانی میگفتن که بر دلها می نشست، دلها رو می برد و در رفتارشون هم خب انطباق قول و فعل کاملا ظاهر بود. و حالا اگر هم معجزاتی داشتن یا نداشتن دیگه حالا اونایی مسائلیست که در تاریخ باید معین بشه. مولوی که معتقد خود سخن پیامبران همون هم مدعاشون بود هم دلیلشون بود، خودش هم میگوید که سخنان من هم مدعای منه هم دلیل من. مهم اینه که این بزرگان پیامبران به کنار، این بزرگان مثل مولانا دنبال مرید نمیگشتن، گفتن شما اگه قبول ندارین خوب نداشته باشید، هیچ اجباری ندارید، حرفای ما رو بپذیرید، هیچ اجباری ندارید. یه فیلسوف اینجوری نیست، یک فیلسوف به شما میگه آه اگه شما عقل داری من برای دارم برهان میارم، این برهان عقل شما رو باید اخضاع و اقناع بکنه، اگه از فرار کنی از این برهان در واقع علامت این هستش که عقل درستی نداری. سخنی از ملا سلطراس و ابن سینا که هر کی زیر بار برهان نره فقط انسلخ عن الفطرت الانسانیه، این از فطرت انسانی بیرون اومده. یا شما جلو چشمی کسی تجربه کنید یه بار، ده بار، صد بار، دیگران هم بکنن، بعد بازم یکی زیر بار نره، خب ما میگیم یا اناد داری یا باز در عقلانیتت یک خللی هست. ولی امثال مولانا کارشون اینا نبود، یعنی در مقام قانع کردن کسی نبودن، در مقام اثبات مدعیات خودشون نبودن. و میگفتن برای کسانی که چشم دارن سخنان ما مثل خورشید میمونه روشن، خودش دلالت بر درخشندگی خودش داره. بنابراین فقط کسانی به اونا جذب میشن و جلب میشن که تا حدودی از این راه رو با اونا اومده باشن، یه قدری از اون مزه ها و طعم ها چشیده باشن، اعتمادشون جلب شده باشه، جاذبه ای انجذابی در اونها پدید آمده باشه، دلشون رو برده باشن. در عالم عرفان شیفتگی شرط است، در فلسفه و در علم شیفتگی نیست، قناعت عقلانی است، یعنی با دلیل یا با تجربه شما رو قانع می کنند و عقل شما رو خاضع می کنند. اما در عالم نبوت و در عالم وحی و معنویت و عرفان داستان از شیفتگی آغاز می شود و وقتی که شما دل برده کسی و چیزی می شوید قدم های بعدی رو بر می دارید، نزدیکتر می شوید و اگه خدای نکرده به دام یک آدم کذابی افتاده باشید خب نابختیارید، بد آوردید تو زندگی. و اگر خوشبختانه به دام یک انسان صادقی افتادید وقت بختیارید، خوشبختید. و این خوشبختی و بدبختی هم قسمت ازلی شما معین کرده است، چیزی نیست که چندان در اختیار شما باشه، مثل بسیار قسمت‌های دیگری که تو این دنیا هست قسمت ازلی معین کرده. ما تو ایران به دنیا بیایم، تو قرن بیستم به دنیا بیایم، این شکلی باشیم، اون شکلی باشیم، فکر نکنید قسمت ازلی یه چیزیست که ازش میشه فرار کرد. نه، ما هممون در این زندان هستیم، اینم یکی از اوناست. یه وقت سر بعضی ها کلا میره تو این دنیا، سر بعضی ها کلا نمیره. اگر هم میخواد بید یخه خدا رو بگیرید، بالاخره قصه از این قرار است، قصه از خیلی پوسکنده من دارم خدمت شما عرض میکنم که کسی دچار ابهام و اجمال نباشد. خیلی خوب، اگر این توضیحات من تا حدود روشنه، میدونم مشکلات و تاریکی هایی رو با خودش میاره، همیشه نور که میاد سایم داره، بغلش یه مقداری تاریکی هم هست، به هم هم آمیخته است، این عالم نور و ظلمت به هم آمیخته است، تا یه روزی که خدا گفت ان ربک یحکم بینهم یوم القیامه فیما هم فیه یختلفون، این اختلافات رو خدا روز قیامت دربارش داوری میکنه و اونجا لابد معلوم میشه که کی حقه کی باطله. و حق هر کسی رو کف دستش میذارن. باری این چنین است. پس ما اینو میپذیریم اجمالا که دیدن زیبایی ها در این عالم یه چشم ویژه‌ای میخواد، دیدن زشتی ها یک چشم ویژه‌ای میخواد. اما اگر کسی اومد ادعا کرد گفت من دنیا رو زیبا میبینم با چشم ویژه‌ای که دارم، پس شما بدانید که دنیا زیباست، این حکم ابجکتیوی نیست، فقط از چشم خودش داره میگه.
اگر کسی مثل آقای شوپنهاور اومد و به ما گفت که من چشم ویژه‌ای دارم و دنیا رو سراپا زشت می‌بینم، پس شما باور کنید و قبول کنید که دنیا زشته، میگیم این هم یک داوری پابلیک نیست، یه داوری شخصی و فقط از دیدگاه شما. بله، من اگر به شما آقای شوپنهاور ایمان آوردم، این دیدگاه شما رو میپذیرم. اگر به طرف مقابل ایمان آوردم، اون دیدگاه دیگری رو، اگرم نه، اینها مسائل شخصی شما و یافته های شخصی شماست و دیگری حق دارد که اونها رو لزوماً نپذیرد. خود مولوی در ابتدای دفتر دوم، حالا اگر انشالله این دوره ادامه پیدا کرده به اونجا رسیدیم، اونجا میگوید که من دقیقاً همین مطلب رو مطرح میکنه که من یافته هایی داشتم و با خودم می اندیشیدم که شاید من دارم خیالات می کنم، درسته؟ و می گوید که بعد یک کسی از درون من به من آواز داد که چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستیست نی خانه خیال. میگه من به یقین رسیدم که من خیال نمی کنم، من به هستی رسیدم، یعنی به واقعیت. من وجودم خانه خیال نیست، چشم من خانه خیال نیست، خانه هستی است، ولذا اطمینان حاصل کردم. بسیار خوب، جاهای دیگه هم از همین اطمینان و یقین در باب انبیا سخن میگه که مهمترین سرمایه شون یقین بود. من نلافم و بلافم همچو آب، نیست در آتش کشیم استراب، و چون بدوزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست، هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشر. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان، گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب. بار از گمان و از یقین بالاترم، و از ملامت بر نمیگردد سرم. بارها در باب یقین این سخن رو گفته است که وقتی که کسی چشمی براش پیدا شد و یقین حاصل کرد، دیگه به آخرین مرتبه معرفت رسیده، دیگه بالاتر از او وجود نداره. یقین یعنی خود اون موضوع علم از آن شما بشود، چون علم همیشه واسطه بین ما و معلوم است، اما اگر معلوم از آن شما شد، شما به یقین میرسید. خود مولوی در دیوان شرف میگه از علم گذشتیم و به معلوم رسیدیم. اینها شایسته این بزرگان است و فقط کسانی که مجذوب اینها میشن، شیفته اینها میشن و شریک الازواق اونها میشوند، یعنی در ذوق تجربه اونها شرکت میکنن، اینها میتونن تلقی به قبول کنند آراء اونها رو. درست شبیه این که شما بر سر سفره نشستید و یکی داره غذای میخوره و به شما میگه بسیار خوشمزه است. خب این خوشمزه در دهان او خوشمزه است. اگه یه لقمه برداشت در دهان شما هم گذاشت و شما هم خوردید، دیدید خوشمزه، این میشه شریک الازواق، یعنی دوتاییمون در یک تجربه شرکت ورزیدیم، اونگاه شما هم تصدیق میکنید. اما اگر در دهان شما لقمه نگذاشت، یا وقتش نبود، یا نصیب شما نبود به هر دلیلی، یا شما نمیپذیرید که اون غذا خوشمزه است، ولی نمیپذیرید نه اینکه انکار کنید، هیچی، سکوت میکنید، و یا در اثر اعتمادی که به او دارید میگید خب ناروا نمیگه، لابد این چنینه، و بعد بر اثر همین اعتماد ممکنه اون مسیر رو دنبال کنید تا به جایی برسید که اون غذا رو بیابید و اون غذا در کام شما هم شیرین بیاد. دیگه همه اینها رو که من گفتم میشه مستند کرد به ابیات متعدد و متنوعی از این ور اون ور مثنوی و دیوان شمس، تا دقیقاً در اختیار شما این معنا کاملاً مسلم بشود که نظر مولوی چیست. در اون غزل خیلی خوبش در دیوان شمس، بجوشید بجوشید که ما بحر شعاریم، بجز عشق به جز مهر دگر کار نداریم، در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک، به جز عشق به جز مهر دگر تخم نکاریم. تا میگه که شما مست نگشتید و زنباده نخوردید، چه دانید که ما در چه شکاریم. ما از یه باده خورده ایم که مست شدیم، شما که نخوردید.
خب شما که نخوردید پس مست نشدید، حالا یا اون ساقی باید از اون بادن به شما بده که خوش به سعادتتون، اگر نداد اقلا از دیدن مستی اونها شما قدری مست بشید، بگید عجب حال خوشیست، عجب سرخوشن، و برید بپرسید بگید شما خود از کدام خم هستین که در سبو دارید. به قول حافظ، دلم زباده ی تو مست گشت نوشت با، خود از کدام خم هستین که این در سبو داری، اینو از کجا بردی، از کدام خم خانه، از کدام شراب خانه، قدری هم به ما بده، خونداریم جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری، این رو هم بگیم، یه قدری هم بر ما بریز، زنچه خوردی ای فلک پیما یه چست چست خیز، زنچه خوردی جرعی بر ما بریز، خونداریم جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری، این سر خم را به کهگل در مگیر که این برهنه نیست خود پوشش پذیر، سر این خم رو مپوشان و در این شرابخانه رو مبند، به دیگران هم نصیبی بده زان باده که در مصطبه عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش، حتی در ماه رمضان هم برای ما این مستی رو به ارمغان بیاور. پس از دیدن اون سرخوشی، از دیدن اون مستی، اگر شما هم مست شدید اونگاه پیروی خواهید کرد، و نهایتاً هم اگر نصیب شما باشد یک جرعه هم به شما خواهند نوشاند، و الا می توانید به راه دیگری که اون راه نصیب شماست و برای شما نهاده اند بروید. اما انکار هم نکنید، چون این انکار شرط عقل نیست، شرط انصاف نیست. نباید آدمی بگوید دیگران همه خطا می کنند، این مستی ها همه کاذب است، این هم البته درست نیست. در میانشون به قول مولوی اون که گوید جمله حقند احمقیست، و اون که گوید جمله باطل او شقیست. اگه بگه همه درستن درست نیست، اگه بگه همه هم غلطن بازم درست نیست. به هر حال دست کم در مقام انصاف انکار نکن، بلکه چیزی به دستت برسه، و یا اینکه به راهی برو که کلن میسر لما خلق له، از کلمات پیامبر است منصور به ایشان، هر کسی رو برای یه چیزی ساختن، قل اعملوا فکلن میسر لما خلق له، کار کنید، عمل کنید، فعالیت کنید، هر کسی رو برای کاری ساختن، و جهان هم با همین تنوع حرفه ها و پیشه ها انتظام مییابد، نور و ناری، مور و ماری ساختند، هر کسی را بهره کاری ساختن، هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن، لذا از این میلی و استعدادی که آدمی داره میفهمی که او رو برای چی ساختن، و لذا همون رو دنبال میکنه و میره جلو. در حقیقت یک حقیقت بیش نیست، وان یکی جز در دل درویش نیست، و از درویشان میتونید حقایق رو بیاموزید. خیلی خوب، این مقدمه ما که طولانی هم شد و فرع زاد بر اصل شد به قول علما، امیدوارم تا حدی روشنگر باشه. خب حالا بحثمون رو آغاز میکنیم، چند بیتی میخوانیم که کاممون رو شیرین کند و لبمون رو تر کند و هاضمه معنایاب ما رو قوی تر کنه. گفت لیلا را خلیفه کن توی کس تو شد مجنون، پریشانی از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، هر که بیدار است او در خواب تر هست، بیداریش از خوابش بتر، چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. بیداری که مولوی در اینجا میگوید همون بیداری هاییست که همراه با زیرکی معیشت اندیش ماست. این زیرکی رو بارها از مولانا نقل کردیم که زیرکی رو در مقابل عشق میگذارد، در مقابل مجذوبیت میگذارد، تکیه بر عقل مطلق بدون شیفتگی، بدون مجذوبیت و بدون معنویت. این میشود زیرکی که آدمی سراپا در مقام تدبیر زندگی است و هیچگاه از خیال چنان که خواهد گفت معیشت بیرون نمیرود. یا هر که بیدار است او در خواب تر هست، بیداریش از خوابش بتر، از نظر مولانا. سعدی هم در مورد ظالمان این رو میگه، مولوی اینجا رو در مورد غیر عارفان میگه. سعدی چی میگه؟ میگه ظالمی را خفته دیدم نیم روز،
گفتم این فتنه از خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، همچنان در زندگانی مرده به. واقعا همینطوره، آدمی که ظالمه بهتره بخوابه، بلکه بهتره بیمیره. ابن تیمیه یکی از فقهای اهل سنت است، بسیار هم مشهوره. در همون دورانی که مغولان به مصر حمله کردند او هم زنده بود و فتاوای غریبی داد. خب قرار نبود که در اون شهر کسی مست بکنه، ولی ابن تیمیه فتوا داد، گفت بذارید این مغولان مست بکنن، شراب بخورن، بهشون بفروشید. ابن اینا از اونایی هستن که خوابشون از بیداریشون بهتره، بیدار بشن آدم میکشن. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه از خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، همچنان در زندگانی مرده به. خفته و مرگش، خفتگی و مرگش بهتر از بیداری و زندگیش. هر که بیدار است او در خواب تر، از بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. در بندان یعنی زندان، یعنی بستن در، یعنی محبس. میگه وقتی که بیداری ما بیداری به حق نباشه، بیداری به حق اونطوری که پاره ای از عارفان هم گفتن، یعنی شرط هوشیاری، یعنی بیداری به حق این است که یکی یاد خدا باشه، که یاد گناهت باشه. این دوتا آدم رو بیدار به حق میکنن، یکی یاد خدا، یکی هم یاد قصورهای خود، یاد لغزشهای خود، یاد تباهکاریها و نابکاریهای خود. این بیداری مطلوبی به آدمی میبخشد، هوشیاری بهتر اسمش رو بگذاریم، در مقابل خواب مرگ. خواب مرگ صفتانه، چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. این دیگه اون بیداری بیداری نیست، واقعا حبسه. در جای دیگری مولانا میگه که دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. این خیلی از اشعار نمره یک مولانا است. دوزخ است آن خانه کو بی روزن است، اصل دین ای خواجه روزن کردن است. میگه خانه ای که پنجره نداره، این خونه زندانه، قبره، گوره. اصل دین ای خواجه روزن کردن است. اصل دینداری این است که یه پنجره، یه دریچه‌ای به سوی خدا باز بکنی. این خانه‌ای که بسته است همه جاش، دوزخه، جهنمه، قبره. دوزخ است اون خانه کوبی روزن است، اصل دین ای خواجه روزن کردن است. به قول مولوی در اینجا بیدار به حق بودن، هوشیار بودن و قفلت از حق نکردن. حالا که این رو مولوی میگه، بعد وارد یه بحث خیلی عمیقی میشه در باب خیال. من کمیش رو امروز میگم تا بعد ببینیم که در نوبت‌های بعدی چقدر دیگرش رو میتونیم بیان کنیم. ببینید خیال اولا خب از نکات اساسی در مثنوی است. یعنی شما اگر بگردید راجع به خیال، همین واژه رو میبینید که فرکانسی خیلی بالایی داره. یعنی نشون میده که به این معنا، به این مقوله مولوی بسیار متفتن و ملتفت بوده و خیلی هم نکات از او استخراج کرده، چنان که خواهم گفت. یادتون باشه که مولانا در قرن هفتم زندگی میکنه، تقریبا یک قرن قبل از مولانا. مولانای ما یک حکیم بزرگ دیگری در ایران ظهور کرد، این بار در زنجان، به نام شهاب الدین سهروردی، که خب سبب سرنوشتش این بود که در شامات در حلب اونجا کشته بشه و از دنیا بره در سنین جوانی. شیخ شهاب الدین سهروردی به سبب چند اکتشاف و چند دستاورد مهم بسیار مشهوره. یکیش به خاطر حکمت خسروانیه که توجه داشت به حکمت ایرانیان باستان، حتی ایرانیان پیش از یونانیان، و در آثار خودش اسمهای ایرانی زیادی رو استفاده کرده، مثل نور اسفهبد، یعنی سپهبد، انوار اسفهبدید، هرمز، کیخسرو و کلمات دیگری رو که به عربی مثل فیشجاه یعنی پیشگاه و امثال اینا. و یکی به خاطر حکمت اشراق
که بنای فلسفه خودش رو بر نور نهاده است، نور در مقابل ظلمت. و یکی دیگرش که متفرع بر اینه، بر مسئله خیاله. منتها اهمیت کار خیال، یا دقیق بگیم خیال در عربی، اهمیت خیال نزد شیخ شهاب سهروردی این است که خیال اصلا یه عالمی است، یه عالم بیرونی است، ابجکتیو، نه اینکه یه امری است در ذهن ما. و عجیب است که مولانا که یک قرن پس از شیخ شهاب آمده و علائمی دیده نمی شود که ایشان آثار شهاب الدین سهروردی رو خوانده باشد، وقتی که از خیال سخن میگه امبیوالنته، یعنی دوگانه است. گاهی از خیال منظورش خیال متصله، یعنی همه خیالی که نزد آدمیان است، خیالی که من دارم، خیالی که شما دارید، خیالاتی که من میکنم، رؤیایی که من میبینم، اینو بشه خیال متصل. گاهی هم منظورش خیال منفصله. خیال منفصل یعنی همون عالمی جداگانه در خارج، که نه عالم ارواح و نه عالم ماده است، یک عالم دیگری که شهاب سهروردی اسمهای مختلف هم بر او گذاشته. گاهی میگه اقلیم هشتم، چون جهان رو بر هفت اقلیم تقسیم میکردن، اقالیم سبعه. اقلیم همون کلمه کلیمات یا کلایمت که ما میگیم، همون مثلا عربی شده کلایمت اقلیمه. هفت اقلیم که در جهان هست، یه اقلیم هشتمی ایشون کشف کرد که در این جهان نیست، که ناکجا آبادم میگفت، که جابلقا هم میگفت، که جابلسا هم میگفت، و عرض ملکوت هم میگفت. اسمای مختلف براش به کار برده. آقای هانری کوربن، فیلسوف و عرفانشناس فرانسوی، کتابی داره نام عرض ملکوت. او خیلی شیفته شهاب الدین سهروردی بود، خیلی زیاد، و اصلا وقتی که او رو کشف کرد چنان مشعوف شده بود که حد نداره. و اصلا من به شما بگم، در واقع شهاب الدین سهروردی رو کوربن به ماها شناسوند. او کسی بود که ایستاد در همین 30-40 سال اخیر تمام آثار سهروردی رو، فارسی و عربیش رو، تصحیح کرد و در ایران به چاپ رسوند، به کمک انجمن ایران و فرانسه در ایران، که از بزرگترین خدمت ها رو به فلسفه و فرهنگ ایران کرد. بسیاری از کسانی که امروز نامی در ایران دارن، اینا شاگردان کوربن بودن و کسانی بودن که کوربن توجه اونها رو به این میراث فلسفه باستانی و خصوصا شهاب الدین سهروردی جلب کرد. الان دیگه آثار فارسی او، آثار عربی او در دسترسه و با تصحیح های مختلف و منقح در اختیار دانشپژوهانه. آثار فارسی شهاب الدین سهروردی که اصلا حقیقتا یگانه است، بی نظیر است، هم به لحاظ لفظی، هم به لحاظ معنایی و تمثیلی. قصه خیال منفصل یعنی بودن یه عالمی متوسط بین مجردات خاصه و بین عالم ماده، عالمی که به عالم خیال منفصل میگن، این مهمترین دستاورد شیخ شهاب الدین سهروردی. و شهاب سهروردی با این طریق و با این دستاورد خیلی از معضلات فلسفی رو کوشید که حل کنه. معتقد رؤیاها در همونجا رخ میده، وحی در همونجا رخ میده، معجزات در اونجا رخ میده، بسیاری از چیزها رو معتقد است در اونجا. از روح مردگان پس از مرگ به اونجاها منتقل میشود، و بعد برای توضیح اینا هم داستانهای مفصلی نوشته که به زبان فارسی است، مثل قصه قربت غربیه، مثل روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و چیزهای مختلفی که یکی از یکی زیباتر و بهتر و گویاتر، همه البته به سبیل تمثیلی. در مولانا چنان که گفتم دقیقا شما نمیتونید بدانید و دریابید که مولوی وقتی از خیال سخن میگه منظورش خیال متصله یا خیال منفصل، منظورش عالم درونی افراده یا یک عالمی که در بیرون وجود داره و از آن هیچ کسی نیست و برای خودش جمعیتی داره، اونجا ساکنانی داره و احکامی داره، اقتضائاتی داره و فلان.
اینو هم برای شما عرض بکنم. البته که جناب شیخ شهاب سهروردی معتقد است این تصاویری که در آینه ها میبینیم اینا متعلق به عالم خیال منفصلن، یعنی تو اقلیم هشتم هن، یعنی تو جابلغا و جابلسا جا دارن، چون که در فیزیک جدید به ما میگن که اینا هیچی نیستن. شما در آینه وقتی تصویر خودتون رو میبینید، شما میبینید، توی آینه خبری نیست. ایشون استدلال میکنه، چند دلیل میاره که نه این حرفا نیست، یه چیزی اونجا متولد میشود. وقتی که شما مقابل آینه قرار میگیرید یه اتفاقی میفته، یه چیزی خلق میشه در اونجا، نه در مغز بنده شماست و نه در آینه است، ولی توی یه عالم دیگری است، یا همون عالم مثاله، همون عالم عرض ملکوته. این نازلترین مرتبه کاره و از این بالاتر میرید ملائکه هم تو همون عالم هن و بسیاری چیزهای دیگه. حالا بگذاریم، بعدها شیخیه و در صدرشون آقای شیخ احمد احسایی که الهام بخش بابیت و بهاییت بود، ایشون هم این سرزمین های جابلغا و جابلسا و اینا رو گرفت و یک افسانه هایی در اطراف اونها بست. یکی از حرف های خیلی عجیب شیخ احمد احسایی این بود، میگفتش که اگه انگشتاتون رو در گوشتون بکنید، شما هم یاد رو تجربه کنید، یک صدایی تو گوشتون میپیچه، میگه این صدای نهرها و آبشارهای جابلغاست که اونا داره میریزه در حوضچه‌هایی و این صداشو شما میشنوید. از این افسانه ها عبور کنید، اما اصل سخن شهاب سهروردی فوق العاده است. بعدی ها همه گرفتن این نکته، یعنی فیلسوفان بزرگ مثل ملا صدرا دیگه سخن او رو تلقی و قبول کردن، این یک دستاورد بزرگی دانستن و دربارش بحث های بسیار زیادی کردن. در حقیقت بسیاری از سخنانی که در شرع در باب ملائکه آمده و امثال اینا توسط شهاب سهروردی، همه اینها منتقل شد به عالم مثال یا عالم عرض ملکوت یا اقلیم هشتم یا ناکجا آباد یا هر اسم دیگری که شما میخواید بگذارید. این ناکجا آباد که بعدها یوتوپیا رو ترجمه کردن به ناکجا آباد که ترجمه خوبی هم بود، چون توپوس یعنی مکان دیگه، یوتوپیا یعنی جایی که مکان نیست، نا کجا آباد. ولی این اصطلاح اختراع و ساخته خود شهاب الدین سهروردی است و بسیار اصطلاح زیبایی است در زبان فارسی. عرض می شود که مولانا این مقدمه رو گفتم تا در نظر داشته باشید، سخن از خیال که می رود بعد از شهاب سهروردی، ذهن آدمی منصرف می شود یا به خیال متصل یا به خیال منفصل. در کلمات مولانا تصریحی نیست به هیچ یک از این دوتا، ولی جاهایی چنان سخن میگوید که گویی خیال را عالم منفصلی میداند، عالم مستقلی میداند. در یه جاهایی هم خیال به معنای خیال شخصی، خیالاتی که در دل و ذهن افراد میگذره بر اونها، مثلا ببینید در وقتی که میخواد عوالم رو بشموره، این خیلی جالبه دیگه، در جای دیگری میگه که تنگتر آمد خیالات از عدم، زن سبب باشد خیال اسباب غم. میگه یه عالم عدم داریم که بارها خدمت شما گفتم، عالم عدم یعنی عالم مجردات محضه، عالمی که نه خیال است و نه حس است، بالاترین عالم که در هندویزم و بودیزم در واقع عالم عدم بهش میگن. این عدم رو به گمان من مولوی از اونها اخذ کرده. اونا میگن وقتی که همه چیز رو کنار میزنیم به هیچ میرسیم و این هیچ فوق‌العاده مهمه، هیچی نیست، هیچ یعنی همون بی‌صورتی محض که به قول مولوی حیرت محض آردت بی‌صورتی که حیرت آورم هست، خدا رو میزنن تو هیچ. به قول سهراب سپهری، پشت هیچستان شهریست، این هیچستان یه جاییست برای خودش. پس تنگتر باشد خیال از خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. میگه یه عالم عدم داریم که این عالم بسیار فراخ و گسترده است، غم در اونجا نیست، قبض در اونجا نیست، چون فراخ است، هیچ قید و حدی نداره. عالم خیال یه عالمی قدری تنگتر از اونه و همین دلیل وقتی شما تو عالم خیال قرار میگیرید، غم و قصه سراغتون میاد. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ. از عالم خیال که میاد پایین، میرسید تازه به عالم حس و رنگ،
عالم محسوسات، میگه اینا دیگه خیلی تنگتره، از عالم خیال هم تنگتره. پس سه عالم بر حسب فسحت و وسعت و فراخیشون داریم: عالم حس و رنگ، عالم خیال و عالم عدم به تعبیر مولانا. و در همون ابیات مشهور مولانا هم شما این رو میبینید که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم تو حیوان سر زدم. اینجاها هنوز عالم چیه؟ عالم حس و رنگه. مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم که از مردن کم شدم. همطور میره بالا، بالا تا چی؟ پس عدم گردم. عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون، همچون نیلوفر برو زین طرف جو، همچون مستسقی حریص و آب جو، مرگ او آب است و او جویای آب، می خورد والله و علم به سباب. ای فسرد عاشق ننگ نمد، کوز بیم جان ز جانان می رمد، سوی تیغ عشق شی ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان، جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود، نقش او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نی کم شود نی بدلقا. این کوزه ها و سبوها رو وقتی که در اون جو، در اون دریا میریزید، دیگه نمیگندن، دیگه فانی نمیشوند. این در واقع خیالات جزئی ما به اون عالم خیال منفصل وقتی که متصل می شود دیگه باقی می شود و از جزئیت و قیود و محدودیت رهایی پیدا می کنه. پس سه تا عالم داریم. برترینش عالم عدمه که وقتی اونجا برسی، عدم مثل ارغنون در گوش شما می خواند که انا الیه راجعون، یعنی برگشتیم به همون جایی که از اونجا اومده بودیم. الا الله تسیر الامور، همه امور به خدا برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. اون عالم اللهی، عالم الهی و الوهیت، عالم عدم است. گاهی مولوی اینجوری سخن میگه، گاهی هم از خیالات منظورش همین خیالاتی است که در اذهان میاد و بیشترین جولانش هم در حالت خوابه. دو سه بیت میخونیم تا بقیهش رو به نوبت بعد بسپاریم. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. میگه ما آدمیان گرفتار خیالیم و این خیالات، این داده ها، این دغدغه ها، این سرگرمی ها، این چرک افکندن ها، این گوش دادن به حرف این، گوش دادن به حرف اون، نشخوار کردن پاره ای از یاوه هایی که در ذهن آدمی آمده، مناظری که پیش چشم میاد، اینا پر کرده ذهن ما رو، پر کرده. به تعبیر مولوی راه سفر به آسمان رو برای ما بسته، اصلا نمیذاره ما به چیز دیگه بیاندیشیم. مثل یه حجاب های تیره ای که رو چشم شما بذاره، نمیذاره دیگه شما چیزی رو ببینید. خب ذهن ما پس کی خلاصی پیدا بکنه؟ پس کی راحت و فراغت داشته باشه؟ به همین دلیل هم هست که این بزرگان معتقد بودن تا میشه شما داده های کمتری به مغزتون بفرستید. این داده ها در حکم مگس و پشن، وول 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 نمیذارن اصلا شما. مولوی جای دیگه میگه مثل در حکم زنبورن، میگزن شما رو. از بس این داده ها میگزن آدم ها، تنها کاری که میتونه بکنه چیه؟ اینه که اینا رو دفع کنه، دیگه به کار دیگه نمیرسه، درسته؟ وقت مولوی میگه که اگه این زنبورا خیلی زیاد شدن، کاری که میکنی یادمون داده، سرتو کن زیر آب. زنبورا میرن، بعد میگه آب چیه؟ میگه ذکر خداست، یاد خداست. اینم از حیله ها و به قول مولانا فرهنگ هاییست که به ما یاد میده. فرهنگ یعنی حیله و شیوه. غیر مردن هیچ فرهنگ دگر در نگیرد با خدا، ای حیله‌گر. میگه که این یاد این و آن، یاد این فلانه و فلان، این در حکم زنبورایی است که دور سر تو جمع شدن، مهلت به تو نمیدن به چیز دیگه بیاندیشی، هیچ کاری نمیتونی. سرت که بکنه زیر آب، دیگه زنبورا میرن. این آب چه؟ این آب ذکر حق است. پس این خیالاتی که در ذهن ما مثل زنبورها وزوز میکنن و جولان میکنن و میگزند و ما رو حتی از یاد خودمون غافل میکنن، چه برسد جای خود، یاد خدا،
میگوید که باعث میشن که نه صفا میماندش، نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. هم صفای آدمی رو میگیرند، اون بساطتی که در آدمی هست، پاکی، عصمتی که در وجود آدمی است، اون شستگی، زلالی، اینا رو واقعا میستانند. خیلی از اندیشه ها و حرف ها و چیزهایی که دادن اینو کدورت میارن برای آدم واقعا، و کلی کار میبره تا آدم اینا رو بزداید، پاک بکنه، سوهان بکشه. مخصوصا نشست و برخاست با آدم های تیره آدمی رو تیره میکنند واقعا. این از نصیحت هاییست که مولانا در مثنوی داره، میگه با هر کسی ننشینید، مخصوصا آدم های ناموفق. آدم های ناموفق زندگیشون توفیقی نیافتن، مثل یک گوله یخ سردیشون رو به شما منتقل میکنن. زن که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. شمع خودش خاموشه، شمع شما رو فوت میکنه، خاموش میکنه، نمیتونه ببینه که یک شمع روشنی هست. هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. هر که را باشد مزاج و طبع سست، می نخواهد هیچ کس را تندرست. خودش نه که بیمار، سلامت دیگران رو میتونه ببینه. حالا اتفاقا بعدا مولوی راجع به حسد در اینجا سخن زیاد میگه. یکی از بدترینش آدمای تیره هستن که تیرگیشون رو به شما سرایت میدن. پیش آدمای روشن که بنشینید، روشنیشون رو، گرمیشون رو به شما سرایت میدن. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. کسانی که شما روشن میکنن، شما رو گرم میکنن، همین اولیای خداوند. حالا آدمی از آفتاب اگه نورش رو نمیبینه، گرمیش رو که میتونه حس بکنه. بله، که از خورشید جز گرمی نبینه چشم نابینا، حتی چشم نابینا هم باشه نور خورشید هم نگیره، گرمیش رو میگیره. همونم مقتنم است، گفت کور چون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. سخت خوشمستی، ولی ای بلحسن اندکی راه هست تا بینا شدن. وان که او نور را بینا بود، کار او که شرح پوسینا بود. یه آدمی وقتی که از خورشید گرم میشه، انقدر خوشحال میشه، میگن من دید که بینا شدم، در اون خورشید رو میبینم. مولانا میگه نه، بینا شدن هنوز راهی مونده، ولی همین گرم شدن هم فوق‌العاده است. کار مردان روشنی و گرمی است، یعنی مردان مثل خورشید میمونن، هم روشنی میدن هم گرمی میدن. اون دونان که حیله و بیشرمیان، مثل شبای زمستون میمونن، هم سردی میدن هم تاریکی میدن. و باید از اینها گریخت و به سوی خورشیدها رفت. گفت گر ز تنهایی تو ناهیدی شوی، زیر ظل یار خورشیدی شوی. دوسته زیر ظل یار خورشیدی شوی، کانی که در خلوت نظر پردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید نی زیار، پوستین بهر دیامن نی بهار. این که گفتن خیشتنداری کنید و با هر کسی رفاقت نکنید، با اون اغیار است، با یاران که باید همراهی کرد. اونا اتفاقا خیالات بد رو و تیرگی آور را از شما میزدایند و به شما گرمی روشنی میبخشند. تا اینجا فعلا در باب خیال یادتون باشه، بقیهش طلب شما انشالله به عنایت الهی در نوبتهای بعد. انشالله خیالات خوش همراه شما باشه، آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. انشالله محرویان بستان خدا معانس و مجالس شما باشند. یکی از بزرگانشون همین مولانا استاد بشریت است. تا نوبت بعد انشالله یکدیگر رو ببینیم و دنباله داستان رو بگیریم. به قول مولانا، این سخن را ترجمه پهناوری، گفته آید در مقام دیگری. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. می‌خواستم ببینم که شما چه جوابی بدین به کسی که میگن شاید این دریافت‌ها و تجربیات عرفانی در واقع یک حالاتی چه مثل همون خواب‌هایی که می‌بینیم، رویاهایی که می‌بینیم، تعریف سازوکارهای ذهنی باشه در واقع که می‌بینیم و خیلی از اعمال مغزم هم نمی‌شناسیم.
ببینید نظر بنده هم نظر مولاناست، خیلی ابداع رأی مستقلی نمیتونم بکنم. ببینید ما میتونیم البته جوابهایی بدیم، یعنی در درجه اول این که جای انکار نداره، یعنی میتواند همه چیز در واقع ساخته ذهن ماست. یعنی ما الان اگر شما کسی از شما بپرسه که به چه دلیل دنیای خارج وجود داره، شاید این ساخته ذهن شما باشه. ما هیچ دلیلی نداریم میگه دنیای خارج وجود داره. میخوام یعنی بگم با این معلوماتی که ما داریم و این دانش‌های موجود تقریبا چیزی اثبات شده‌ای وجود نداره. بخیر ما باید بخوایم یه چیزی رو قبول کنیم. اگر شما ایدئالیست باشید و معتقد باشید که ما همش خواب داریم می‌بینیم و همه اینها ممکنه که ایلیوژن باشه، هیچ دلیلی وجود نداره. به قول کی بود؟ کانت بود یکی که این شرمساری فلسفه است که قدرت اثبات وجود جهان خارج رو نداره. نداریم دیگه، ما باید قبول کنیم. بلا اینا همه at the end of the day اینا همش بالاخره داده هایست تو ذهن ما، همش داده هایست تو ذهن ما. بعدش هم شما اگر بگی تجربه میکنیم و بعضی از داده ها اثبات میشه، خود این تجربه هم طرف مقابل میگه تو خواب داری شما تجربه میکنیم. توجه میکنین؟ اگر ما واقعا بنا رو بر ایدئالیسم بگذاریم هیچ جوابی نداریم براش. این رو عرض کردم و اینکه شما بدونید که اینطوری نیست که یه جاهای خیلی پامون محکمه یه جاهای خیلی شله، همچنین یه طیفیه، یک طیفیه. بیاید سراغ بعض علوم دیگه، دارم از علوم خود تاریخ، علم تاریخ. یه وقتی هم من اینجا صحبت میکردم که علم تاریخ از ضعف علوم است. خب علم البته یه اطلاعاتیه، ولی شما بگو چقدر این پاش محکمه، چقدر میشه اصلا اطمینان کرد. ما بنا رو برای این گذاشتیم اینایی که تاریخ نوشتن راست گفتن، دروغ ننوشتن. البته میدونیم بعضاش هم خطاست، اگر عمد در دروغ نویسی هم داشت، میدونیم محدود بودن، همه چیز رو که نمیدونستن، نمیتوانستن بدانن، اووردن. چقدر چیزا اصلا حذف شده، نوشته نشده، ما از روی اینا کنار هم میذاریم یک چیزی میسازیم دیگه، اسمش گذاشتیم علم تاریخ. من میخوام میگم چیزی به نام عرفان و این دریافت‌های عارفان خیلی کمتر از اینا نیست. اگه بیشتر از اینا نباشه، کمتر از اینها هم نیست. به علاوه اینها در واقع آثار خارجی داره. آثار خارجی است، یقینی است که به شخص میده، صفایی است که به روح میده، سبکی است، اخلاق خوشی است که پدید میاره. یک کتابی داره برتراند راسل به نام عرفان و فلسفه، به فارسی ترجمه شده، سالها پیش آقای نجف دریابندری ترجمه کرده. اونجا یعنی یه مقالش راجع به عرفان، اونجا میگه که خب البته در عرفان هیچ استدلالی وجود نداره. لحن راسل هم معمولا لحن تنظامیز گاهی گزنده هم هست. میگه که مثلا در فلسفه هانری برکسون فیلسوف فرانسوی، میگه در سراسر فلسفه او هیچ استدلال غلطی وجود نداره، برای اینکه اصلا استدلالی وجود نداره. بنابراین میگه در تمام عرفان هم هیچ استدلال غلطی وجود نداره، چون اصلا استدلالی وجود نداره. اوکی، بله درست هم هست. ولی خودش میگه در این حال من نمیتونم انکار کنم که خوشبین‌ترین و خوش احوال‌ترین آدم‌ها این عالم این عارفان بودن. واقعا این حرف رو درست هم میگه با. یعنی بنده معتقدم که بختیارترین آدم‌ها تو این دنیا اونا، برنده ترینشون اونا بودن، بقیه همه به مقداری باختن. خلاصه ببینید میخوام بگم این آثار خارجی هم داره. بعدم یه جور اینترسابجکتیویتی داره، یعنی اینطوری نیست که اینا 100% شخصی باشه. بالاخره یه طایفه‌ای، یه قبیله‌ای البته محدود پیدا شدن که اینا تقریبا همشون همون چشمو دارن. باز یک کسی دیگر هست، اینجا اسمشو بردم، آقای والتر استیس که یک فیلسوف انگلیسی، اونم مال اوایل قرن 20 بود، تا نیمه دوم من سال 960 و چند فوت کرد. ایشون هم به کتاب دوران عرفان و فلسفه آقای خرمشاهی به فارسی ترجمه کرده. این خیلی کتاب خوبیه، اگر رسیدید بخونید. ایشون در اونجا اگه خطا نکنم 7 تا یا 8 تا
خصلت مشترک همه تجربه ها و مدعیات عرفانی رو آورده در سراسر جهان و سراسر تاریخ، یعنی عارفان مسلمان، عارفان غیر مسلمان، بودایی ها و مسیحی ها و غیره، که اینا کاملا دور از هم دیگه بودن، هیچ خبر از یکدیگه نبودن، اما تجربه ها اینا هفت تا یا هشت تا خصلت مشترک و مشابه داره. از اینجا میخواد بگه که این پس معلومه که اینا مثل که همشون به یه عالم واحدی دست پیدا کردن. ما چطور در مورد تجربه های علمی همینو میگیم؟ وقتی که چند نفرمون یه جور تجربه کنیم میگیم پس معلومه که یه چیزی هست اونجا که ما هممون داریم او رو میبینیم و میابیم. او هم بر همین مبنا میگوید که معلومه اینا همشون یک عالمی رو دارن تجربه می‌کنن، یا بگی یه چشم ویژه‌ای براشون باز شده، حرفاشون اینقدر از هم دور نیست که هر کی خیالات خودش و خوابای خودش رو گفته باشه، اشتراکاتی هست که ما رو تا حدودی مطمئن می‌کنه که این اشتراکات ابجکتیویتی هم داره و 100% ساخته خیالات خیال سازان و خیال بافان نیست. تا این حدود من میتونم توضیح بدم. یک کوه اطلاعات واقعا هست، خیلی مشکله اینجوری هم که شما خود سرد میشین از روش، برای این کوه بخورم که هضم بشه. کوه میتونید تماشا کنید. فرمودیم که میتونه که من برداشت کردم که یعنی عارفان هستن خلاصه که از رسیدن به این مطلب به هر حال با توجه به اینکه وسیلت شد برای هر چیزی علم و اختیار هست آسر هستن که به اون یقین برسن. برای این یقین رسیدن از یقین بالاترم از ملاقات برنمیگیرد طرف و برنمیگردد طرف، یعنی از علم گذشتیم به معلوم رسیدن. اشهاد عالم و معلوم رو که مطرح میکنی که مطرح میشه، این رو فقط عارفان قادر با توجه به اون شهودی که دارن میتونن به این مسئله برسن و فلاسفه قاصر از این مسئله هستن. نه اینکه ببخشید، نه اینکه عارفان به این میتونن برسن، هر کی به این میتونه برسه اسمش عارفه. بله. نه اینکه جدا از این عارفه، نه، وقتی به این مرتبه از تجربه معنوی و شهود اشراقی رسید، بله، نامش عارف، درست. چیزی که هست، یعنی با این تفاصیل ملا صدرا که وقتی که حکمت عالیه رو می‌نویسه، این هم متدین بوده و هم عارف بوده و هم فیلسوف بوده، یعنی این شهود هم داشته با این مرد. بله، قابل جمعن اینا، نه اینکه متنافر باشن. بعضیا بودن مثل ابن سینا ظاهرن که خب فیلسوفه دیگه، حالا اما شیخ شهاب سهروردی هر دوتاش بوده. بارها شیخ شهاب سهروردی تو کتاباش، عموم آثارش که من خوندم، مطالبی رو میگه، همیشه میگه که اینا رو همه کس نمیفهمه، باید راه ما رو رفته باشه. همون که مولوی میگه بندگی کن تا تو را پیدا شود، مولوی بارها میگه کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود، بارها شیخ شهاب سهروردی همین رو میگه. بله، منظورم این هستش که شهاب‌الدین سهروردی با توجه به فلسفه ایران قدیم یه چیزایی رو از اونها استنباط میکنه و با توجه به اونها از اونها هم یه چیزی داشتن، کما اینکه توی 3000 سال پیش یعنی فلسفه یونانیان هم یه چیزی بوده، وحدت عالم و معلوم، ولی علم و معلوم، ولی مثلا اینه که اونها تا عارف نبودن، یعنی این رو توجه بگیم که عارفان هستن با توجه به حالا به علم شهود و یا رسیدن به اون جایی که قرار هست برسن تا به این مسائل رو یعنی دوری لمس کنن و به اینجا برسن، اونها رو چجوری باید خود اونا هم فیلسوف بودن دیگه، یعنی این یه مقدار حتی خود ابن سینا هم قبول نداشته فلسفه یونان رو با توجه به وحدت عالم و معلوم تا آخر عمرش که میاد اون رساله رو میده. من این رو میخواستم خوش کنم. بلا قصه خب خیلی مفصله، فقط من شما بگم
اینطوری در بس نمیشه گفت که یونانیان قدیم اهل این معانی نبود. در واقع افلاطون سرحلقه عارفانه. ما دو تا شاخه فلسفه داریم، افلاطونی و ارسطویی. ارسطویی همون غیر عرفانیشه، ابن سینایی، فلسفه مشا. از این ور افلاطونی رو شما حساب کنین، اقبال لاهوری اصلا یکی از طعنهایی که به افلاطون میزنه، میگه که افلاطون یه جور تصوف منحط رو پدید آورد. حالا دیگران البته اینو نپسندیدن، از اون میگه از شمار گوسفندان قدیم، مثلا تعبیرات تندی هم میگه. ولی کلا افلاطون فلسفه‌اش استدلالی نیست، فلسفه‌اش اتفاقا همه شهودی و تجربی است و تجربه های خودش رو بیان میکنه. اون مثال نور رو که میبینه، مثال زیبایی رو و اینها رو، اینا همش متعلق به عالم شهود و تجربه اشراقیه. و تجربه و فلسفه ارسطویی مثلا کلیات، توی فلسفه ارسطو کلیات یه امر ذهنی، ولی توی فلسفه افلاطون کلیات وجود خارجی دارن و مثالهای این جزئیاتن که در عالم هستن و امثال اینا. لذا نمیشه گفت در اونجا این چنین نبوده. هر دو شاخه رو داریم و هر دو شاخه تقریبا پا به پای هم و به موازات هم پایین اومده. و ایران از یعنی فیلسوفان ایران و بعد فیلسوفان مسلمان از افلاطون بیشتر چیزش رو گرفتن، همین شهود عرفانیش رو گرفتن واقعا، و همچنین چیزش رو، ریپابلیکش رو، یعنی اون سیاستش رو. از ارسطو چیزهای دیگرش رو گرفتن، یعنی همین فلسفه مشا و جوهر و عرض و علت و معلول و این چیزها. بخش دینی مثلا چی میشه؟ دین؟ منظورتون چه نقش دین؟ در فلسفه دیر در ارسطو و افلاطون که دینی نبودن، اون موقعی اونجا پیامبری بود. حالا بعضی ها اومدن این ردای پیامبری رو بر سقراط پوشوندن، ولی من نمیدونم. به هر حال در یونان قدیم مولوی اول مفتی بوده دیگه، یعنی بله، این بزرگان ما اول یعنی از طریق یک فقیه مولوی بوده دین بودن که بعد خود شمس میاد و مولانا رو دگرگون میکنه، یعنی از اون مقام فقاهت و مفتی شخص بودن. من میخوام ببینم پس نقش دین چی میشه در چی دن... چی میشه؟ در شخص مولانا؟ در رسیدن به این مقام میدن دین کمک میکنه. ببینید دین، خب خود کسانی مثل مولانا اینا به هر حال مدعی بودن که پیرو پیامبرن و شریک ازواق او هستن و از دست او نهایتاً جام و جرعه می گیرن. بله، در واقع در نظر کسی مثل مولوی پیامبر یک عارف بود، یک عارف مجاهد بود. امام حسین یک عارف بود، یک عارف مجاهد بود. اینا رو اینجوری می دیدن. بله، ولذا پیروی اونا می کرد. بلندتر بگید لطفا. تو شهود، بله، خب سکوت، آه بله، اوکی، و روش مولانا که سربدی رو آب کردن و در واقع ذکر خداست. این من سوالی که میخوام از شما بکنم خیلی پیش پا افتاده است، ولی این ذکر خدا رو که میگن میخواستم ببینم شما بر اساس پژوهش‌های خودتون که مولانا در چه چیزی دیدید، چون انواع مدیتیشن ها هست، انواع مکتب های مختلف فکری هست، هر کدوم این ها برای خودشون کلماتی دارن، یعنی روش هایی دارن برای ایجاد اون سکوت ذهنی، ولی خب این برای همه جوابگو نیست، یعنی هر کسی به طبع و به میل خودش در واقع یه جوری به اینها رجوع میکنه و به یه روشی بالاخره پیدا میکنه که باعث این ذهن رو بتونه شاید بتونه آروم بکنه. خواستم ببینم از لحاظ مولانا اینو شما در جایی پیدا کردید که بتونید. نه، مولوی در حدی که من میدونم جایی به طور اختصاصی و استقلالی در این باب سخنی نگفته. اینا معمولا اگر منظور شما این باشه که آدم به چه شیوهی این کار را انجام بده، اینا معمولا پیش یه پیران طریقت میرفتن و از اونها ذکری میآموختن. این شکل رایج و ظاهری کار بود. اما اونچه که من اینجا عرض کردم ذکر خدا، یعنی یاد خدا، منظور ذکر گفتن با تسبیح و اینها نبود، گرچه اونم میتونه در این حوزه در آید و در می آید. بهترینش رو البته اونایی که اهل دیانتن ذکرهایی میدونن که در سجده گفته میشود، معتقدن که اونها
بیشترین تأثیر رو داره، یعنی وضع بدن آدمی چنان است که اونها رو خیلی مؤثرتر میکنه. اما حالا اگر از ذکر زبانی عبور بکنیم، ما بحثمون یاد خدا بود، به یاد خدا بودن، هر کاری رو برای او کردن، حتی وقتی سکوت میکنه برای خدا سکوت میکنه و این یاد رو از دلش بیرون نمیبره، هر لحظه در این فکره که خب الان این حیات رو، این جان رو خدا داره به من میبخشه، الان داره منو نظر میکنه، الان از من انتظار خاصی داره، بهترین کاری که بعداً میخوام بکنم چه خواهد بود و امثال اینها. ما در هر انتخابی، هر قدم برداشتنی ملاحظه میکند این رو، درست مثل یه کسی که همیشه حس میکنه یه دوستی با اوه، احساس تنهایی نمیکنه. یه همچین حالتی وقتی برای شخص پدید بیاد، اینو بهش میگن خدا آگاهی. خب خیلی خیلی ممنون از دوستان عزیز که تحضیح کردن. در یاد حق باشید، انشاءالله تا باز دیدن دوستان عزیز اینجا ما رو هم به یاد خدا میدونید.